بینندگان عزیز، درود بر شما. سنا روحانی هستم و بسیار خوشحالیم که این هفته هم میهمان خانه های شما عزیزان هستیم. برنامه این هفته برای فردا میپردازه به موضوع کودکی و دیگری و اینکه مفاهیمی مانند خودی و غیر خودی و بیگانه و دیگری چه ارتباطی را با دوران کودکی داره. میهمان برنامه این هفته ما خانم نادیا ریاضتی هستند، پژوهشگر جامعه شناس و روانشناس. بسیار خوش آمدید به برنامه ما خانم ریاضتی. خواهش میکنم. متشکرم از دعوت شما. عرض ادب و ارادت دارم خدمت یکایک بینندگان عزیز و محترم این برنامه. خانم ریاضتی، کودکان ما با این گونه مفاهیم، مفاهیم بیگانه، دیگری، غیر خودی چگونه آشنا میشن؟ بله، دو دسته از عوامل رو میتوانیم ذکر بکنیم که مؤثرن بر این امر. یک دسته از اونها عوامل جامعه شناختی هستند و دسته دیگر عوامل روان شناختی و تأثیرات همینطور ارتباط والدین با کودکان و بعد از اون ارتباط کودکان با همتایانشون و سایر ارتباطاتی که بچه ها در ضمن مراحل رشد با محیط اطراف خودشون برقرار میکنند. دسته اول عوامل رو که از اون تحت عنوان عوامل جامعه شناختی یاد کردم، اگر که بخوایم بررسی بکنیم میتوانیم نگاه بکنیم به اون چه که در جامعه امروز میگذرد. تمام اون چیزی که مشاهده میکنیم این است که مثلا اگر که بخوایم به عوامل سیاسی در جامعه نگاه بکنیم و اونها رو یکی از عوامل مؤثر بر این هم بدانیم، ببینیم که برای اینکه یک مثلا گروهی رو تشکیل بدن تحت عنوان ملت و برای اینکه حاکمیت بتوانند بکنن، طبق تئوری توهم توطئه همیشه این نیاز هست برای اینکه این توهم رو ایجاد بکنند در میان مردم که ما یک دشمنی داریم. یعنی همیشه برای برقراری یک اتحاد کاذب نیازمند امری هستند یا بودند تا به امروز که از اون به دشمن تراشی میتوان یاد کرد. نیاز هست که بگوییم که دشمنی در خارج داریم و قرار هست که منافع ما رو به عنوان یک ملت تحت هجوم و هجمه خود قرار بدهند، بنابراین جهت دفاع در مقابل اون دشمن خارجی که ممکن است که اصلا هم وجود حقیقی نداشته باشد ولی باید اون رو تراشید، به اصطلاح باید اون رو معرفی کرد به عنوان یک امر کاذب. پس برای مقابله با اون دشمن نیازمند یک اتحاد هستیم و این امر رو دولت‌ها به عنوان یک روش اتخاذ میکنند به جهت اینکه بتوانند تسلط خود رو برای ملتی که زیر دست هستند، نه برابر با اونها هستند، بتوانند که مشروعیت ببخشند. این یکی از عوامل اجتماعی است که وجود دارد و زمانی که کودکان در یک جامعه متولد میشوند که اولین محل اون خانواده هست، متولد میشوند با این مفاهیم رفته رفته آشنا میشوند از طریق شنیدن حتی برنامه های رادیو و تلویزیون، حتی اگر در ابتدا با اونها آشنا نباشند اما با اونها آشنا میشوند، یا اینکه زمانی که به مدرسه میروند سیستم آموزشیشون بله کاملا با این مفاهیم آشنا میشوند، با واژه های همچون واژه دشمن. یعنی همیشه یک کسی هست که دیگری است، از ما نیست و او بر ماست، بر علیه ماست، در مقابل ماست و ما برای اینکه از خودمون دفاع بکنیم، از شرف خودمون، از کرامت خودمون، از کیان خودمون دفاع بکنیم، لازم هست که در مقابل او بایستیم. بنابراین او دیگری است و ما ماییم. اینجا هست که کودکان با مفاهیمی همچون ما و آنها آشنا میشوند که آنها میشود دیگری. این رو میتوانیم تحت عنوان عوامل جامعه شناختی قلمداد بکنیم که تاثیرگذارند بر کودکان در طی مراحل رشد اونها. خب شما اشاره فرمودید دو عامل در حقیقت هست، یکی جامعه و از آز جامعه شناسی و همینطور از آز روان شناختی، درسته؟ بله. میتونید توضیحاتی بفرمایید از لحاظ روان شناختی چطور؟ حتما بله. ببینید، یکی از مواردی که بسیار مهم هست توجه به مراحل رشد کودکان هست.
کودکان در مراحل اولیه رشد به همه لبخند میزنند. شما اگر نگاه بکنید نوزاد انسانی وقتی متولد میشود او ذاتاً دارای واکنش هایی است یا ظرفیت های نشان دادن واکنش هایی است که از اون به نام بازتاب یا رفلکس یاد می شود که این رفلکس ها رفلکس های همچون مثلا خنده هستند. همه ما این تجربه رو داریم که وقتی با نوزادان برخورد میکنه اونها میخندن بدون اینکه بشناسن که چه کسی در مقابل اونها قرار گرفته، چه مادر باشد چه یک کسی که حتی ممکن است که هیچ علاقه ای هم به کودکان نداشته باشد، فقط یک رهگذری است که یک لحظه به اون نگاه میکند. بنابراین ما این بازتاب خنده رو مشاهده میکنیم. این نشان از این دارد که بچه ها هیچ تفاوتی رو ما بین افراد قائل نیستن. در اون مرحله نوزاد انسانی حتی محیط خود رو در امتداد بدن خود میبیند، یعنی که هیچ کسی رو جدا نمیبیند، هیچ هنوز در مرحله تشخیص نیست، تشخیص افراد از یکدیگر نیست. بچه ها رفته رفته در حدود 3 ماهگی هست که مادر رو میشناسن. اولین کسی رو که میشناسن مادر هست و بعد پدر و اطرافیانی که نزدیک هستند به او و با او در تماس هستند، ولی به طور خاص مادر هست یا اون کسی که معمولا هم یک زن هست، اون شخص رابطه بسیار نزدیکی رو با کودک برقرار میکند، مثلا از لحاظ بدنی به جهت دادن شیر به او، حالا یا مستقیما از طریق بدن خود او رو تغذیه میکند یا از طریق شیشه شیر، ولی به هر حال معمولا این مادران هستن که این رابطه رو برقرار میکنن، رابطه بسیار نزدیک رو اول. و کودکان هم در همون مراحل نوزادی در واقع از حدود 3 ماهگی مادر رو میشناسن. اما شما میتوانید ببینید که حتی در مراحل اولیه که تشخیص میدهند مادر رو از سایرین، خیلی از کودکان هستن که به آغوش سایرین هم میروند، حتی سایرینی که با اونها در تماس نزدیک نیستند و به اصطلاح غریبی نمی کنند. یعنی کسی رو غریبه یا دیگری به اون معنایی که یک دیگری است که ممکن است که به او آزار برساند یا او غیر از اوست و غیر از کسانی است که او رو دوست میدارند او نمیبیند، پس هیچ تشخیص را ندارد. ولی کودکانی هستن که همونطور که شما گفتید غریبی میکنند و گریه میکنند و حتی تمایلی نشون نمیدن که برن نزدیک یک کسی دیگه یا بغل کسی دیگری. بله بله، اون زمانی است که در تقریبا در حدود 7-8 ماهگی رفته رفته مختصر هوشی در کودک ظاهر می شود و این مرحله ای است که بچه ها همون اصطلاحی رو که بیشتر هم عرض کردم همون غریبی می کنند، یعنی حاضر نیستن به آغوش هر کسی بروند یا اینکه محکم به مادر خود می چسبند. اینجاست که بچه ها تشخیص می دهند که او بخشی از خانواده من هست یا نیست، او کسی هست که من دائما با او در تماس هستم یا با او احساس امنیت می کنم یا نه. اصولا مفهوم دیگری و غریبه با مفهوم امنیت همراه است، احساس امنیت کردن. شما ملاحظه بکنید در سطح سیاسی اون که وقتی که میگویند یک گروهی دشمن هستند یا دیگری هستند اونها رو با ضد امنیت ملی بودن نسبت میدهند. پس شما اشاره میفرمایید که این حالت طبیعی هست در کودکان؟ در مراحل اولیان بله، یعنی شما حتی میتوانید ببینید در حدود 8 ماهگی شکل ویژه‌ای از اضطراب رو که در حد طبیعی اون هنوز سندروم نامیده نمی شود، فقط اون رو میگویند اضطراب جدایی که کودکان حاضر نیستند که به راحتی از مادر خودشون یا پدر خودشون جدا بشن، به ویژه مادر، به جهت اینکه شکل خاصی از دلبستگی به عنوان یک حالت خاص روانشناختی که از اون به عنوان اتچمنت یا دلبستگی یاد میکنن. البته در برخی از کتاب به نام وابستگی ذکر شده که صحیح نیست، دلبستگی هست. در کودکان ایجاد شده که نیازمند آموزش هستن مادران که به چه صورت باید این کودک رو آموزش بدن که وقتی قرار هست برای دقایقی از او جدا بشن این احساس امنیت رو بکنند که مادر برخواهد گشت و این رابطه برقرار خواهد شد، یا اینکه اگر شخص دیگری در اتاق هست کودک با او انس بگیرد که او غریبه نیست، او دشمن نیست، او به او آزاری نخواهد رساند
و با یکدیگر خواهند بود. و این یه احساس خوبی هست، چون که اون کودک رو حفظ میکنه در بله، حقیقت. بله کاملا. و بچه ها البته در مراحل رشد خودشون نیازمند این هستند که بشناسند عواملی رو که ممکن است که با اونها آسیب برسند. درسته. یا اینکه بله، پس این نیاز همواره وجود دارد که بچه ها یاد بگیرند یا مراقبت بشوند یا تحت نظارت باشند که با چه کسانی ارتباط برقرار میکنند، به ویژه در مراحل ابتدایی رشد به جهت مراقبت و محافظت از اونها. ولی اون چی که از لحاظ رشد شناختی و رشد روانی اتفاق میفته تشخیص همین خود و دیگری است. دیگری نه به مفهوم یک فرد آزار رسان، به عنوان کسی که من جدا هستم از او. پس من میتوانم که مثلا به او مادر من هست، این من هستم، ما از یکدیگر جدا هستیم، یا او دوست من است، او کودک دیگری است. بسته به اینکه بچه ها در چه مرحله از رشد هستن این تشخیص ها رو میدهند، که اینکه مثلا عرض میکنم مفهوم دوست یا مفهوم برقرار کردن ارتباط، این مفاهیم رفته رفته بچه ها اونها رو درک میکنن و شکل میگیرن. که البته موضوع بحث ما دوست الان نیست، فقط عرض من نیست این است که این مفهوم به چه صورتی آموخته میشود. بنابراین بخشی از این حاصله یک فرایند ذاتی و روانشناختی است و بخش دیگر اون حاصل یادگیری است. مثلا وقتی که در برخی از جوامعی که هویت بر مبنای نژاد شناخته میشه و نژاد رو یک امر حقیقی در نظر میگیرن، گویا حقیقتا نژاد چیزی بجز از نژاد انسان هست، مثلا نژاد سفید از نژاد سیاه هست، اینها غیر از یکدیگرند، که به ویژه دنیای غرب گرفتان اینها بوده است و همچنان هم به درجاتی هست. در شرق هم ما اشکالی از اینها رو به صورت‌های دیگری ملاحظه میکنیم، از تکنیک‌های دیگری استفاده می‌شود برای این بکارگیری این مفهوم نژاد. بینندگان عزیز با ما همراه باشید، یه میان پرده کوتاه خواهیم داشت و بعد برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. بینندگان عزیز با برنامه برای فردا همراه هستید و موضوع صحبت ما کودکی و دیگری است. خب خانم ریاضتی، شما توضیح دادید که این یه حالت طبیعی هست در کودکان به یک سنی که میرسند این احساس خود و دیگری رو میکنند. چطور میتونیم از پدر مادر حالا یا خانواده کمک کنن که کودکان محفوظ بمونن از اون ذهنیت منفیه خودی و دیگری و اینکه بتونن ارتباطات سالمی رو با دیگران برقرار بکنن؟ بله، ببینید اینکه کودکان خودشون را از دیگران تشخیص میدهن این یک بخش ضروری در سلسله مراتب رشد هست و کاملا هم مطلوب هست، به جهت اینکه جهت شکل گیری یک خود سالم و یک شخصیت سالم نیازمند این هستن که خودشون رو خود ببینن و دوست خودشون رو، مادر خودشون رو، بسته به اون مرحله از رشد که می توانن تشخیص بدهند، بسته به این که ارتباطات شکل گرفته به چه صورتی، همه اینها بستگی دارد به اون مرحله از رشد که بچه ها در آن قرار می گیرند. ولی اون چیزی که اهمیت بسزایی دارد این است که بچه ها یاد بگیرند که خود رو دوست داشته باشند. تنها و تنها با دوست داشتن خود یا اون سلف لاو هست که می توانند دیگری رو هم دوست بدارن، دوست خود رو هم دوست بدارند و همینطور رفته رفته در طی مراحل رشد، حتی وقتی به یک انسان بالغی از لحاظ سنی و فیزیکی بالغ به اون مرحله میرسند و تبدیل میشوند، بتوانند که دیگران رو هم دوست بدارند. شرط دیگر دوستی در وهله اول دوست داشتن خود هست. بله. خب چه نوع خود دوستی هست؟ چون که بعض وقتا این مفهوم منفی داره که بله، انسان خودش رو دوست داشته باشه. بله بله، خیر، خود دوستی در اینجا به مفهوم یا به معنای خودپسندی نیست. کسی که خودپسند هست هرگز خود رو دوست ندارد،
خودپسندها اصولا خود رو دوست ندارند. خودپسندی حاصل ضعف در حرمت نفس هست، ضعف در حرمت به خود هست. ولی دیگر دوستی و مهربان بودن حاصل دوست داشتن خود هست. کسی که خود رو دوست ندارد یا یاد نگرفته که خود رو دوست داشته باشد، که اصولا اینطور افراد آسیب‌های شدیدی رو در دوران کودکی دیدند در طی مراحل رشد خودشون، اینها هرگز نمیتوانند دیگران رو هم دوست داشته باشند. اونجوری که شما مشاهده میکنید دوست داشتن نیست. اینها در روابط خودشون با دیگران طلب میکنند که دوست داشته بشوند، یعنی انتظاری دارند. در این خصوص به دو شکل از شخصیت میتوانیم اشاره بکنیم، از جمله مثلا یک شخصیتی که مهربان هست و یک شخصیتی که مهر طلب هست. کسانی که یاد نمیگیرن خود رو دوست داشته باشند، اینها مهر طلب میشوند، به جهت اینکه در یک مرحله از مراحل رشد خودشون حس میکنن و در میابند که چقدر مهر و محبت شیرین هست و چقدر احساس میکنن که تشنه اون محبت هستن. بنابراین انقدر محبت میکنن به دیگران برای اینکه این محبت رو بگیرن. همواره انتظار دارن، با انتظار محبت میکنن. بله، و توقع چنین میکنن. پس همواره در رنج به سر میبرن، به جهت اینکه تا زمانی که انتظار اونها برآورده نشود در سختی و رنج هستن و حتی به این وسیله دیگران رو هم و روابط خود رو هم کنترل میکنن. اما یک شخصیت مهربان شخصیتی است که بدون توقع و انتظار مهربانی میکنه، به جهت اینکه خود رو دوست داره، به خاطر اینکه از انجام اون کار احساس رضایتمندی میکنه. این شرط ضروری هست برای دیگر دوستی. بنابراین وقتی که از همون ابتدای مراحل رشد، وقتی که کودکان خود رو میپروریم، بسیار باید مراقب باشیم که بچه ها رو سرزنش نکنیم به خاطر اون چیزی که ما میخواهیم باشند و اونها نیستند، بلکه بچه ها رو برای اون چه که هستن، برای اون چه که علاقه مندن، برای اون چه که درست هست و میکنن دوست بداریم و به اونها عشق و محبت بورزیم و بدهیم و اونها رو در اون مسیر، همونطور که تعریف پرورش هست، یعنی مراقبت از حیات در حال رشد، بپروریم. فقط اونها رو مراقبت بکنیم و این مراحل رشد همواره باید با یک شادی و احساس آرامش همراه باشد. این گونه است که بچه‌ها یاد می‌گیرن که خود را دوست داشته باشند، حرمت نفس داشته باشند و از این طریق هست که می‌توانند دیگری رو هم دوست داشته باشند در طی مراحل رشد خودشون. این یک امر بسیار مهم هست در این خصوص. عوامل دیگری هم در اینجا نقش دارن، ولی بنیادی‌ترین اصل در مسیر رشد خود دوستی است و آموزش خود دوستی. خب پدر مادر چطور میتونن این خود دوستی رو در حقیقت در کودکانشون به وجود بیارن به طرز درست، همونطوری که شما توضیح دادید؟ بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، احترام گذاشتن و حرمت قائل شدن برای توانایی‌های کودکانمون، برای اون چه که اونها هستند و توانایی‌هایی که دارند در مسیر علایقی که دارند برای اینکه حرکت بکنند. مثلا این خودش باعث میشه که اون خوددوستی به وجود بیاد. بله بله بله. ببینید، اعتماد در همون مراحل اولیه حیات تا حدود یک سالگی در کودکان شکل میگیره. بنابراین اگر که این مرحله از رشد تا حدود یک سالگی درست پیش نرود، بچه ها اعتماد و احساس اعتماد و امنیت خود رو نسبت به جهان هستی از دست خواهند داد. این یک آسیب هست و شما ممکن است که این رو نبینید در طی مراحل رشد. در آینده ایام، زمانی که مثلا بچه ها به نوجوانی میرسند یا حتی به دوران بزرگسالی میرسند، به شکلی بله بله دچار ضعف اعتماد به محیط خودشون هستن و این امر جلوی خیلی از پیشرفت‌های اونها یا ارتباطات اونها رو می‌گیرد. مسئله دیگر این هست که وقتی که ما بچه‌ها رو در معرض مثلا کارتون‌های قرار می‌دهیم یا اینکه اونها دوستانی رو انتخاب می‌کنند و ما در مورد اونها بر اساس دین اونها یا رنگ اونها قضاوت می‌کنیم یا
کارتون هایی یا فیلم هایی رو در اختیار اونها قرار میدهیم که اونها این چیزها رو ملاک بهتری و برتری و کمتری قرار میدهند. مثلا داشتن یک دین خاص، اینها از ما نیستن، اینها نجس هستن. مثلا ببینید چرا کودکان در ایران، اگر توجه بفرمایید، کودکانی بودند که از در همون دوران کودکی اگر میدونستن که یک خانواده بهایی هستن، فقط با یک کلمه بهایی کودکان تقصیری ندارن، ولی چون کلمه همراه شده است با نجاست یا از خدا به دور بودن یا کسی که خدا او رو دوست ندارد، بچه ها خیلی راحت سنگ میزنن مثلا به درب منزل اونها و تصور میکنن که این کاریست که سبب خوشنودی و رضایت مثلا خداوند هست یا سبب خوشنودی و رضایت خانواده اونها هست یا تشویق میشوند. اینها عواملی هستن که یادگیری از طریق اونها صورت میگیرن. ولی این یادگیری هم از طریق جامعه شاید پیش بیاد، از طریق مدارس شاید پیش بیاد. اگر مثلا خانواده خودش این اساس رو قبول نداشته باشه و سعی کوشش برای این باشه که خب کودکانش رو یه جوری پرورش بده، تربیت بکنه که همه رو قبول داشته باشه، ولی در جامعه این گونه باشه، شما فکر میکنید که چطور پدر مادر رو میتونن بچه های خودشون رو حفظ بکنن از تاثیر منفی جامعه یا سیستم آموزش و پرورشی که مثلا شاید باشه در مدارس؟ مراحل اولیه زندگی کودکان در محیط منزل تا پیش از رفتن به محیط‌های آموزشگاهی و محیط‌های وسیع‌تر بسیار های اهمیت هستند در این مورد. یعنی بچه‌های ما تا حدود 7 سالگی و گفته شده است که تا حدود 5 سالگی تقریبا شخصیت شکل میگیرد، وجدان اخلاقی و دانستن اینکه خوبها چه چیز هستند، چیزهای بد چه چیز هستند و شخصیت تا به اون مرحله شکل میگیرد و از در فاصله 5 تا 7 سالگی شخصیت اساسش محکم و متین گذارده شده. بنابراین بسیاری از افرادی که امروز ملاحظه میکنید و میبینید اینها همون 7 سالگیشون هستند. خیلی از افراد هستند که در اون 7 سالگی حتی میمانند، ولی تشکل شخصیت تا 7 سالگی است و به طور معمول بچه‌ها به طور معمول از حدود 6-7 سالگی است که وارد مدارس میشن. متوسط جامعه بچه ها از در حدود 6-7 سالگی است که وارد مدارس محیط های آموزشگاهی میشوند. در این مراحل اولیه یا در این 7 سال اول هست که با محیط خانواده تماس تنگاتنگ دارن. خانواده میتوانن نظارت داشته باشن بر دوستانی که اونها دارن، بر همتایان اونها و همینطور وسایلی رو که جهت تفریح در اختیار اونها قرار میدهند، مثل کارتون ها، فیلم ها، نمایش ها، بازی هایی که انجام میدن، همه و همه اینها وسایلی هستند که به کودکان ما آموزش میدهند که دیگری با تو تفاوتی ندارد، دیگری هم یک انسان است، حتی اگر از رنگ دیگری باشد غیر از رنگ پوستی که تو هستی یا از دین دیگری باشد غیر از اون نظام باورهای مثلا مذهبی که تو داری. و این پایه و اساس گذاشته خواهد شد، به طوری که وقتی بچه‌ها به مدارس می‌روند و حتی مشاهده می‌کنند تبعیض‌ها رو، همه اینها برای اونها سوال خواهد بود و بر اونها علامت سوال خواهند گذاشت و به راحتی نمیپذیرند، به جهت اینکه این اساس در 7 سال اول محکم گذاشته شده. یعنی حتی شما میفرمایید که اگر اساس درست باشه در سن مثلا بلوغ، اگر با این برنامه‌های تلویزیونی یا این گیم هایی که بازی هایی که بسیار مشغولش هستند نوجوانان ما، هر چقدر با این مشغول این چیزها باشن، باز هم تأثیری به اون صورت نخواهد گذاشت اگر اساس درست باشه. اگر اساس درست باشه بله، ولی در مرحله نوجوانی بچه ها تمام اون چرا که به اونها داده شده در 7 سال اول به جهت اینکه تفکر انتزاعی در اونها شکل میگیره، یعنی تفکر مفاهیم با مفاهیم کار دارن، دیگر لزوماً نباید چیز رو ببینن تا بگویند هست، میتوانند تخیل بکنن، تصور بکنن، تفکر بکنن، چیزها رو در ذهن خودشون جا به جا بکنن، بگوین اگر اینطور نبود اینطور بود چه میشد. مثلا در این مرحله است که بچه ها آموخته های خود رو اگر شرایط فراهم باشد، اگر نگویند که همین است و جز این نیست و اگر شما اعتراضی بکنید یا سوال بکنید چنین و چنان خواهد شد، در این مرحله است که بچه ها اینها رو مورد سوال قرار میدهند و وقتی مورد سوال قرار میدهند تمام آموخته های خودشون و تمام اون چرا که در محیط اطرافشون ملاحظه کردند
و مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. این مرحله هست که به جهت اینکه به ویژه دیگری کردن دیگران از رنگ یا مذهب دیگر یا بر اساس عاملهای دیگر یک اصلی است که با اخلاق، با اصول اخلاقی منافات دارد، در این مرحله است که وظیفه مربی هست یا پرورشکار یا اون کسی که مادر هست یا اون کسی که میداند که اصولاً کسی است که باید حتماً از یک تخصص روانشناسی برخوردار باشد، میتواند که بچه ها رو آموزش بدهند که بتوانند استدلال اخلاقی بکنند، که اگر میگویند مثلا در این شرایط یک فردی که از رنگ دیگری هست یا از دین دیگری هست پس او از این حق نباید برخوردار باشد یا باید برخوردار باشد، بچه ها هر کدام رو که انتخاب میکنن، نوجوانان بتوانن استدلال بکنن. و اون چیزی که در این مرحله بسیار حائز اهمیت هست استدلال بچه هاست نه انتخاب اونها و مورد سوال قرار دادن اون. این است که نقش خواهد داشت برای آینده اونها که چطور وقتی مواجه میشن مثلا با تبلیغات جامعه از طریق روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی بتوانند که به خود بباورانند یا به دیگران بباورانند یا اینکه با اون باورها مخالفت بکنند که یک گروهی دیگری هستن و باید با اونها به مخالفت پرداخت و یا اینکه میتوان حقوق اونها رو به اونها نداد یا اینکه نه اینطور نیست و دیگری ممکن است که با من متفاوت باشد ولی تفاوت مبنایی نمیتواند باشد برای بی‌عدالتی. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید و تأکیدی که کردید بر روی اون 5 سال یا 7 سال اول زندگانی دوران کودکی، 7 سال. و فکر میکنم که این موضوع بسیار مهم هست برای پدر مادران جوان که در نظر داشته باشند تا اینکه ما کودکانی رو داشته باشیم که اصلاً این بیگانگی و یا دیگری و غیر خودی در ذهنیتشون نباشه و دنیای بهتری رو همه در کنار هم داشته باشیم. خیلی ممنون از حضورتون خانم ریاضت. خواهش میکنم، سپاسگزارم از دعوت شما. خواهش میکنم. بینندگان عزیز ممنون که تا کنون با ما همراه بودید. در ادامه برنامه نوین تیوی همچنان با ما بمانید و بسیار سپاسگزارم از همکاران عزیزم در پشت صحنه که همیشه زحمت میکشند و در طی این برنامه با ما همیشه همراه هستند. خدا نگهدارتون.